سلام هم لانه همیشه یه درود بر شما، امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون چهار لبتون خندون ایام کامتون باشه. از آلبانی در خدمت شما عزیزان هستم، محل برگزاری رقابت قهرمانی جهان 2024 دلاور کشورمون پویا دادمرز در وزن 55 کیلوگرم به روی تو شهید میاد در فینال این رقابت ها. در موقع الدانیز عزیزی قهرمان جهان کشتی سختی خواهد داشت، شسته تا کشتی سخت امروز گرفت پویا، همه رو شکست داد، حریفای بزرگ دنیا رو شکست داد، حالا در فینال یک بار دیگه کشتی سخت در مقابل عزیزلی از آذربایجان، عزیزلی که 6 طلای جهان تو رده‌های مختلف سنی داره، طلای رنگی که مجارستان رو در سال 2024 گرفت چند ماه پیش، طلای قهرمانی جهان در 2023 بلگراد اونجا پویا دادمرز رو 3-2 شکست داد، طلای قهرمانی جهان در سال 2022، طلای قهرمانی اروپا، طلای قهرمانی جهان 2018 اونجا شاشم به کفر شکست داد، طلای جوانان اروپا 2018، نقره قهرمانی اروپا، نقره ماتئو پلیکونه، برنز جهان در سال 2021 و 3 برنز اروپا. عناوین از الدانیز رو گفتم که بدونید چه حریفی در مقابل دلاور کشورمون قرار گرفته، ولی ترسی از حریف نام حریف نداره دلاور کشورمون، سعی می‌کنه این فیتو رو جمع جور کنه، ولی عزیزی از تجربه بالای خودش استفاده می‌کنه. مگه به این راحتی میشه فیتو زد به این کشتی گیر؟ ببین چقدر قرص و محکم خاک نشسته، فشار زیادی داره میاره، چپ راست به هر دری زد، محصر واقع نشد، تو سرساخت باید این کشتی گیر رو شکست بده، وگرنه کار سخت خواهد داشت در موقع کشتی گیر. کشتی گیری کشتی بلد چقدر بد بدن و بدل کار، ولی خب کشتیگیر واقعا کثیف کشتی نمیگیره، ضربه نمیزنه، به حاشیه نمیکشه کشتی رو، مردم اردنی میاد کشتی میگیره، چه باخت چه برد احترام میذاره به حریفش و روی توشک مردانه میجنگه. ببینیم چه خواهد کرد، چه کشتی یک بر سه به سود الدانیز، به سود کشتیگیر ما به خاطر کمکاری الدانیز. علاوه کشورم ولی طلای جوانان جهان 2015 داره، قهرمان جوانان جهان شد، برنز قهرمانی آسیا رو داره، نقره امیدهای جهان در بلگراد گرفت، طلای قهرمانی جوانان جهان، طلای جایزه بزرگ زاگرب، برنز جوانان جهان در استونی و طلای جام وحدی عمه که چند ماه پیش در ترکیه گرفت. حالا شاه در میانه تشک متعادل کشتی ادامه داره و مطمئنا عزیزی منتظر تا 30 ثانیه وقت استراحت فرا برسه و 3 دقیقه دوم حمله هاش رو شروع کنه و اختار بگیر از کشتیگیر ما. کشتیگیر ما باید انرژی رو ذخیره کنه از 3 دقیقه دوم که قانون قدیش اینه که حتی 60-40 هم باشه اختار خواهند داد به حریف. خب 30 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه، تماشاگرای عزیزی که از سراسر اروپا خودشون رو به سالن رسوندن تشویق میکنن دلاور کشورمون رو. عزیزانی که به تازگی به جمع ما پیوستین، برای حمایت از ما فقط کافیه که کانال رو سابسکرایب کنید و ویدیو رو تماشا کنید. دوستان 70% بدون سابسکرایب ویدیو رو تماشا میکنید. عزیزانی که کامنت میذارن حمایت میکنن، چه نقدی چه با کامنت حتی با یه لایک، دمتون گرم، معذرت میخوام که نمیتونیم پیام‌هاتون رو جواب بدیم. دوستان یه نکته رو بگم، تو یوتیوب 70-80% ما بیننده‌هامون از اروپاست و برعکس 70-80% اینستاگرام ما از ایران. متاسفانه کامنت هایی که از ایران میاد زیاد جالب نیست، خیلی بد رو به دبیر میگن و خیلی چیزایی دیگه حاشیه‌ای که متاسفانه هست. عزیزان خودمون رو درست کنیم، مملکت درست خواهد شد. کشتی ساعتش بالا رفته، عزیزی تحت فشار گذاشته کشتی ما، یه لحظه نشست برای گولنداز ولی خب هوشیار بود کشتی گیره آذربایجان، کشتی گیره ما پا پس نذاشته ولی خب مطمئنه اختار خواهند داد به کشتی گیره ما. یه باب شده تو شرایط، میگم 60-40 هم به حریف اختار میدن، درخواست کمکاری میشه برای کشتی گیره ما و باید در خاک عزیزلی بنشینه. عزیزلی که شگرد داره بارانداز و همینطور سالتو رو، با
دوری میزنه، نفسی میگیره، قهرمان جهان در مقابل کشتیگیر ما. قبلا هم پویا رو شکست داده، امیدوارم که پویا انتقامش رو بگیر از این کشتیگیر. هرچه کشتی یک بر یک. حالا پویا داد معذر خواهی که الدنیز عزیزلی نشسته، ببینیم چه خواهد کرد. دخواد خوب داره جابجا میشه، خوب داره جابجا میشه، تا به اینجای کار نتونسته. باید زمان داور باید سرپا رو بده دیگه، چپ راست به هر دریزت نتونست تکونش بده، داور سرپا میده. عالی نشست تو خال، عالی عالی، دمش گرم. حالا چه کشتی یک بر یک با این نتیجه، ولی الدانیزه که بنده کشتی کشتی رو ما به تحت فشار بذاره، ولی مراقب باشه. کشتیگیری بدلکار و زیرک تو برگشتا خیلی موفقه کشتیگیری. حالا کشتیگیری ما رو به جلو، اگر این مقدار کار کنه مطمئنن به الدانیز اختار خواهند داد. عالی داره کار میکنه، یه 20 ثانیه دیگه تحت فشار بذاره اختار خواهند داد به کشتیگیری دو بنده قرمز و اون رو تو خاک میشونن. دابت نشون میده که دو بنده قرمز کمکاره و باید اختار رو بده به الدانیز عزیزی. درخواست کمکاری میشه و مورد تایید قرار میگیره. حالا باید یک بار دیگه در خاک درابای کشورمون بنشینه، ببینیم این بار چه خواهد کرد. حالا دیگه پویا هم یه مقدار انرژیش تحلیل رفته، امتیازی رد و بدل نمیشه چون اختار دوم هستش، به هیچ کنون از دوخشتی اختار داده نمیشه، امتیازی داده نمیشه. خیلی استرس داریم واقعا تو سالون، سخت تو سالون باشی، هم بخوای تماشا کنی کشتی رو، هم لذت ببری، هم گزارش کنی و حواست به حواشی باشه. دوباره یک پایی برمیگرد سمت فیتو، باید اجازه به دستش رو عبور بده، دستش رو بعد جای گذاشته بود، داور کاملا پشت صحنه بود. حالا سعی میکنم این فیتو رو جمع جور کنه یک بار دیگه. ببینید 3 دقیقه اول که نتونست، فشار زیادی میاره، کاش در جا میرفت برای باراندازی کش دیگه. من یه فیتو میخوره، داور سرپا میداره. یک دقیقه زمان داره کش دیگه ما، یک دقیقه زمان داره و باید دیگه تحت فشار بذاره. یک خروج از توشک هم کافیه برای ما، فقط باید مراقبه برگشت های کشتیگیری باشه. کشتیگیری گفتم زیرک، کشتی بلد و بدلکار. یه لحظه رو خالی میکنه تا آدم کشتیگیری ما رو به هم میزنه. به مرز 40 ثانیه پایانی کشتی نزدیک شدیم، 35 ثانیه و ما یه تک امتیاز میخواییم. باید تحت فشار بذاره تا اشتباه کنه کشتیگیر آذربایجان، وگرنه سخت از این کشتیگیر امتیاز گرفتن. باش اول کشتیگیر ما تو خاک میشست. خیلی عالی کشتی گرفت این بار با این کشتیگیر، قهرمان جهان رو در پیش رو داره. عالی کشتی گرفت، ولی کاش تاکتیک رو یه جور انتخاب میکردیم که اول کشتیگیر ما خاک میگیره. حالا دیگه انرژی کشتیگیر ما هم تحلیل رفته، فشار زیادی به خودش آورد. عزیزی سرحال داره اداره میکنه کشتی رو و خب تبریک میگیم در اول کشورمون مدال به گردن میندازه، تلاشش رو کرد، کشتی‌های سنگینی گرفت و عزیزی نشون میده که چهارم طلای جهان رو هم میگیره. خب تبریک میگیم دلاور کشورمون، واقعا کشتی خوبی گرفت، هم مقول قهرمان جهان، قهرمان سه دور جهان. و به نقره این رزقات میرسه، امیدواریم در کشتی بعدی محمد علی گرایی بتونه یه طلا برای خودش که واقعا جام جهانی یه طلا بدهکار به کشتی ما. عرض کردم ببینید چقدر کشتیگیر خوش برخوردیه، اگر هم میباخت باز هم همین رفتار رو داشت این کشتی. خب دوستان بعد از مدال نقره جهان ایمان نگاه کن بعد از مدال نقره جهان 2024 باید در خدمت پویا عزیز هستم تو هتل معلقاتش. به جان تبریک میام بهت، مدالی که گرفتی واقعا کم از طلا نداشت، فینال خیلی کشتی سنگینی داشتی، کلا کشتی هایی که داشتی سطح مسابقات. به نام خدا، علی سلام خدمت شما و همه بینندگان عزیز. خب سومین حضور من در مسابقات جهانی بزرگ سلام بود که سال اولم هشتم شدم، بلگراد 2022 بود. آره 2023 تونستم حالا داشو برنز بگیرم و امسالم که نقره شد. سال دیگه دیگه تلاش به امید خدا خود... پلکانی داریم میرم بالا. این که میگم پله پله دوست داشتم، خب یهویی از برنز بشه طلا دوست داشتم بشه، ولی خب به نظرم یک ایرادی که توی فینال بود از خودم بود.
باید خاک سوم ازیلی خیلی بریده بود نسبت به سال قبل که باش کشتی گرفتم، خیلی خیلی بهتر کشتی گرفتی تو، بهتر شده بودی. شد خاکم ازش نخوردم، یکی یک شد، اختار سوم باید میگفتن سر پا نظرم اشتباه از خودم بود و تو خاک نشون می زمان دست. آره خاک نشوندم، اون کشتی خوبیه چون یه کشتی قدیمیه و قدیمی کاره اکثرا خاکشون خوبه، خوبه دیگه. آره. خوبن جا افتادم ولی خب اشتباه از خودم بود، باید خاک سوم میذاشتم طرف ها باش کار میکردم ولی خب ولی عالی کشتی گرفتی. این که مثلا عزیزلی یکی یک شدی، عزیزلی همون عزیزلی سابقه، بقیه همه رو با اختلاف امتیاز، با امتیاز عالی، با اختلاف امتیاز همه رو شکست داد اومد فینال. خب درست داره همه رو نویچ کرد ولی خب من تا اون سه چهار باری که باش کشتی گرفتم میدونستم از کدوم سند با انداز میزنه دیگه. حال بعض ما نمیشه بگشته که من امیدوارم دقیقاً. آره خیلی نزدیک بودی دیگه. حالا یکی یک واقعا میگم کم از طلا نداره این مدالت، واقعا هم قشنگ کشتی گرفتی تا فینال، فینال هم عالی کشتی گرفتی. زنده باشین دیگه. حالا بیشتر از این مزاحمت نمیشم، میخوای بخوابی دیگه، وقت خستم هستی، پیامم بسیار میاد تا صبح کنم، باید جواب تبریکای مردم بگی. آره دیگه جواب میدین دیگه، مردم محبت دارن، جواب همه رو میدیم ما. زنده باشین، دمت گرم. امیدوارم که این مدال رنگش مسابقات بعدی جهانی بعدی و هم تو تورنمنت هایی که میاد طلا برنز نقره دیگه باید طلا بشه دیگه، دیگه حتما داریم میریم بالا. سال نشد ان شاء الله، امید خدا سال دیگه حتما دعا میکنم، با امید خدا. زنده باشی، خدا نگهدار. سلام سلام باشید. سرمونی وزن 55 کیلوگرم دلاور کشورمون پویا دادمست کشتی بسیار زیبایی گرفت و به فینال رسید. در فینال مقابل این چهره الدنیز عزیزلی، قهرمان سه دوره جهان، جوانان جهان، نوجوانان و بزرگسالان، کشتی بسیار زیبایی گرفت، واقعا زیبا کشتی گرفت. پویا سولا دادمست ایران تبریک میگیم بهش مدال نقره جهان و اونای قهرمانی جهان رو. امیدوارم که در مراحل بعدی کشتی بعدی به مدال طلا برسه و رنگ این مدال رو به طلا تبدیل کنه برامون.